یه مشکل دیگه ایم که HD264 داره اینه که فریم های واقعی نیستن. یعنی شما به ازای هر 3 تا فریم، 4 تا فریم، 5 تا فریم، فقط یه فریم رو این کدک ثبت میکنه، بقیهش از روی اون بازسازی میشه. یعنی مثلا میاد میگه این تصویر ما اینجا این شکلیه، تو فریم های بعدی فقط تغییرات تصویر رو در نظر میگیره، برای درست کردن تصویر میاد رجوع میکنه به همین. این باز تو کیفیت تاثیر میذاره خیلی جاها، مخصوصا زمانی که شما تصویرتون حرکت های شدید و سریع داره. دوباره اینجا من اگه بیام تو فاینل کات نشون شما بدم، باز شما اینجا میبینید که این برش هایی که ما الان اینجا داریم خیلی ناجور میشن و خیلی افتضاح میشن و خیلی اتفاق بدجوری براشون میفته، چون جاهایی که در حال تغییرن و در حال حرکتن طبیعتا این کودک نمیتونه هی بیاد اینا رو ثبت کنه دونه دونه دونه، هی بگه ببین این خطی که این دور گذاشته بودی و حالا کلش تغییر کرده اومده اینجا، حالا دوباره اینجا اینجوری شد، حالا دوباره اونجا اینجوری شد. مزیتی که کودک مثل پرورز داره اینه که تمام فریم ها رو درست ثبت میکنه، یعنی هر فریم شما واقعا معادل اون چیزی هستش که توی خود تصویر دارید، جعلی نیست اصطلاحا فریماش. به خاطر همین یه دوربینی مثل مثلا FS7 جدید سونی که با اون سنسور خوب میاد کودک امپگ میذاره روش که با همین ساختار کار میکنه، یه ذره عجیبه دیگه. من نمیدونم چرا سونی هم کاری کرده، ولی حالا خیلی البته از دوربینای این کار میکنن که از دوربینای از کودکای بر اساس امپگ استفاده میکنن، چون این ساختار راستش ساختار امپگه، یعنی امپگه که میاد اینجوری از یه سری فریم رفرنس استفاده میکنه برای درست کردن بقیه فریم ها. احتمالا الان شما پیش خودتون میگید که این با HD64 مشکل خونی داره، میخواد اصلا بین ببره این چیزو. نه واقعا اینجوری نیست. میدونید HD264 کودک ثبت تصویر نیست، کودک خروجی تصویره. اگر شما کارتون تموم شد دیگه نه باهاش اصلا رنگ دارید، نه هیچ کار خاصی میخواد باش بکنید، HD64 خروجی بگیرید، چون پروژکت بکنید رو پرده یا حالا مثلا هر کار دیگه، هیچ بذار روفه پرچیزی، هیچ مشکلی هم نداره. ولی زمانی که کارتون تموم شده، اگر شما کار اصلاح رنگ داشته باشید هر چیزی، یه همچین بلایی میاره این کودک سر تصویر. علتی هم که این کودک درست شده همین بوده، علتش این نبوده که باش کار سینمایی بشه. ولی حالا یه شرکت هایی مثل کنون اومدن از این دوربین، از این کودک استفاده کردن تو دوربین مثل 5D و متاسفانه این مصیبت رو وجود آوردن که حرف کنن خب نه دیگه، حتما اگه کنون این کار کرده پس میشه باش این کار کرد. من حالا برای اینکه این حرف رو ثابت کنم و برای اینکه بگم که برای خروجی کودک مناسبیه، همونطور که شما اول درس قبلم دیدید اینجا، شما اگر این تصویر تصویر خروجیتون باشه، میگم کاری نخواهید باش بکنید، پرده سبزی نخواهید حذف بکنید، رنگی نخواهید عوض بکنید، واقعا بین اینو این یکی و یکی اختلاف اونقدی نیست واقعیت. ولی همونطور که گفتم خدمتتون، فقط برای خروجی نهایی، مگر اینکه نمیخواید تصویر رو زیاد باش بازی بکنید یا پرده سبز حذف بکنید یا چیز اینجوری.